شبمون رو با بحث روانکاوی خانم میترا بابک شروع میکنیم که الان در استودیو با ما هستن بله برای اینکه میخوایم من این منتظر نخواد بمونید از همین اول باشیم در خدمتش خوب هستی با بابک خیلی خوب هستی بابک یه خورده بحثامون از اون روال عادیش خواهش شد چون مجبور شدیم موضوعی صحبت بکنیم هفته قبل که سوالی که هفته قبلش مطرح کرده بودیم باقیمون واسه این هفته بله من قبل از اینکه بریم سراغ سیستم دفاعی بله. یا مکانیزم دفاعی من میخوام یه عذرخواهی بکنم برای سوء تفاهمی که برای بعضی, بعضی, از بینندگان ما شده اگه دقت کنین من دوازده سیزده دقیقه معمولا بیشتر وقت ندارم بحث های روانشناسی به این مهمی رو بعد در عرض دوازده دقیقه من بعضی وقت متوجه میشم که چقدر تونتو دارم میگم که بتونم از, از هر چقدر که میتونم بیشتر بگم ولی بازم خوب خیلی خوب بیانش میکنین خب دلیل. سعی خودم رو میکنم به همین دلیل و همچنین من سعی میکنم چون اخشار متفاوت ما بیننده های متفاوت داریم من میخوام به صورت به زبان ساده روانشناسی رو صحبت بکنم که همه اخشار به راحتی متوجه بشن به همین دلیل سعی نمیکنم اسم و کلمات خیلی قلم و به استفاده بکنم و تو هفته پیش هم من سعی کردم که بگم در مورد گی لزبیان و هموسکسوالی همه اینا صحبت کنیم مسئله من هویت انسان بود حالا این انسانی که هویت خودش رو انتخاب کرده چه بایسکشواله چه ترانسکشواله چه هموسکشواله چه هتروسکشواله فرق نمیکنه انسان به عنوان انسان حق انتخاب رو داره و همه انسان ها باید احترام بزنن وظیفه ما انسان هاست که به انسان دیگری احترام بزنیم نظر من این بود و بین صحبتان وقتی گفتم بعضی ها عمل میکنن خب من لیست نکردم هموسکسوال ترانسکسوال هتروسکسوال حتی فوق فو... تون تون شد باشه هموفوبیکو هموفی... هموفی... میخواستم بگم که کسانی که از گیا ترسند، ولی در داخل وجود خودشون احساس گی بودن دارند ولی به خاطر ترس و انزجاری که کالچر یا فرهنگ و جامعه براشون داره سرکوبش کردن و شدیدن ضد گیا رفتار میکنن و برخورد خیلی شدید و خشونت ها آور میکنند به همین دلیل میخواستم این سوی تفاهم از بین بره اصل قضیه لب کلام صورت مسئله هویت انسان و احترام گذاشتن به انسانه مرسی حالا, حالا برمیگردیم به سالی که دو هفته پیش مطرح کردیم در مورد مکانیزم دفاعی و اینکه چجوری در برابر مشکلات واکنش نشون بدیم میخوایم قبلش توضیح در مورد حتما بذار اول بگیم که اصلا سیستم دفاعی چیه میکانیزم بس. دفاعی چیه به قول فروید انسان این رو به عنوان اسلحه برای حمایت خودش، حفاظت خودش برای تضادهای درونیش، ترسهاش، استراباش، احساس گناهش، شرمندگیش بر از همه اینا به عنوان یه سلاح استفاده میکنه که از دوران کودکی با خودش شروع میکنه و به عنوان یه الگوی رفتاری میشه این اسلحه و وقتی بزرگ میشه از اسلحه، از این اسلحه و اسلحه های دیگه هم ممکنه یاد بگیر و استفاده بکنه این یعنی سیستم دفاعی انسان که به چه صورتی شروع میشه لیست خیلی زیادی داره که من هر چقدر که یادم بیاد سعی می‌کنم تون تون لیستش رو بگم انسانی که انکار میکنه انسانی که خود فریبی میکنه انسانی که بی‌حس میشه دیدیم بعضی وقتا اتفاق بدی که میفته بی‌حس میشین مثل فریز شکش میشه شکش آدم هیچ عکس خنده های بسیار مصنوعی دیدی بعضی وقتا یه حالتهای خیلی ترسناکی میاد یا خبر فوت یه سری شروع میکنن به خندیدن یا خنده های اصابی. عصبیه دقیقا فرافکنی کردن در اون فکنی کردن یعنی چیزای بد خودم رو فرافکنی میکنم رو سر دیگری میگم اونه پرخاشگری کیست باکس کردن از بیرون از کسی ناراحتم میام سر زن و بچه‌ام یا شوهر بچه‌ام خالی میکنم ایدئال کردن خودشیفتگی خیلی زیاد لیست خیلی زیاده معمولا من تو این لیستا یکی یا دو تا از این لیستا رو تو همون دوران کودکی انتخاب میکنم که بتونم در, در, در همون دوران کودکی و طول زندگیم از این سیستم دفاعی از این اسلحه استفاده بکنم که معمولا اگر دقت بکنیم هیچ کدومش اصول نیست این بلد. سیستم دفاعی بلد. یکی از دوستامون هم که توضیح داده بودن نوشته بودن که مثلا من از گریه کردن یا قهر کردن توی بچگی استفاده می کردم و خب وقتی که توی بچگی خب شاید جواب میده پدرم مادر یا یعنی طرفت همون رو ادامه دادم و بعد دیدم که همون رفتار رو توی بزرگسالی انجام دادن چقدر ضرر داره یعنی به موقع زمان سن ما بعد انتخاب بکنیم عکس العمل حالا خوشبختانه ایشون متوجه شدن شاید تو زندگی زناشوییشون همسرشون مثل پدر یا مادرشون باشون برخورد نکرده که متوجه شدن که این اصلا کارساز نیست دیگه به همین دلیل متوقفش کرده حالا بعد نگاه کنه ببینه از چه سیستم دفاعی دیگه ای داره استفاده میکنه که سعی کنه از سیستم دفاعی استفاده نکنه بیزه فقط من اینو یه توضیح بدم حسن. سیستم دفاعی یکیش قریزه ایه که اون لایه پایین مغزه که حیوان هم دارن مثل جنگ و گریز توی موقعیت خیلی خطرناکی آدم قرار میگیره یا فرار میکنه یا میجنگه ناخداگاه این ناخداگاهه ولی اون ریستی که من گفتم اون خداگاه دوران کودکی شکل میگیره و میشه الگوی رفتاری و حالا این عزیز خوشبختانه متوجه شده که تو زندگی زن و نباید از این سیستم دفاعی استفاده کنه و قهر کنه چون همسر دیگه پدر مادر نیست پدر مادر اشتباه پدر مادر بود وقتی قهر کرد روزهای همون روزهای اول یعنی به خواسته هاش نتونست برسه قهر کرد و بعد مادر یا پدر نازش کشید و از همین طریق متوجه شد که به خواستش میتونه برسه اینجاست که بابا بعد مراقب این قضیه باشن خانم بابر. خب حالا با افرادی که مثلا عصبانی میشن قهر میکنن یعنی خیلی این میکانیزم دفاعشونه چجوری باید با این افراد روبرو شد مقابله کرد نه بگیم منی که اینجوری رفتار میکنم چیکار بکنم با این سیستم دفاعی غلط و آره، غیر آره، اصولی آره از, از خودم شروع بکنم اول اینکه قبول بکنم که من از این سیستم دفاعی غیر اصولی استفاده میکنم بپذیرم دوم این مسئله اینه که فکر نکنم امکان نداره من دیگه اینجوری هم دیگه من دیگه تغییر نمی کنم، که این حقیقت نداره انسان قابل تغییره اگر خودش متوجه بشه و بخواد تغییر بده ما انگر منیجمنت داریم یا اداره کردن خشونت و خشم یادمون باشه تفاوت داره با کنترل کردن خشم من متوجه میشم رو میکنم به خودم میگم من میتونم تغییر کنم سعی و کوشش میکنم اگر کمک حرفه کمک حرفه ای میگیرم یادم باشه فیکسی نیست که دو روز و سه روز خوب بشم یا اطرافیان بگن تو بعد الان خوب شده باشی زمان باید به خودم و اطرافیان به من زمان بدن زمانی که من تصمیم میگیرم که با خشونت تصمیم نگیرم حرف نزنم خشونت از خودم نشون ندم اون لحظه هایی که عصبانی میشم برم بیرون نفس عمیق بکشم نفس عمیق خیلی مهمه خودم نفس رو نگه میدارم چند تا شماره میشمارم ادرنالین شروع میکنه ترش رو کردن یه نشگی خاصی به انسان میده که این نچرال و طبیعیه و من آروم میکنه یا قدیما آب میگفتن آب بخور آب سرد بخور اینا همه تاثیر مستقیم داره سعی نکنم همون سری همون لحظه که عصبانی هستم تصمیم بگیرم و ورزش کنم با افرادی که خوش اخلاقا آمد بکنم فیلم های سعی کنم ببینم مسائلی که منو استرس به من نمیده منو عصبانی نمیکنه رعایت بکنم اونا رو نگاه بکنم و بعدش هم از همه مهمتر اینه که اگر اشتباه کردم خودم رو دعوا کنم و بعد از طرف از عزیزم که پرخاشگری کردم عذرخواهی بکنم حتی از بچه هم یادمون نره فکر نکنیم از بچه همون نباید عذرخواهی بکنیم بچه همون پر رو نمیشن یاد میگیرن از خودشون هم میرن عذرخواهی میکنن و بعدش هم اگر که تونستم اداره بکنم خشمه به خودم جایزه بدم هر چی که دوست دارم هر کاری که دلم میخواد بکنم برای خودم به نوعی جایزه بهش نگاه بکنم و دیگران اطرافیانم هم تشویقم بکنن از اینی که خشونت نکردم چقدر درست و اصولی برخورد کردم به همین صورت این پترن و الگو آروم 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 تغییر میکنه کم کم من متوجه میشم که دیگه پرخاشگری نمیکنم دیگه حمله نمی کنم دیگه پروژکت نمیکنم پر نمی کنم روی سر دیگری متوجه هستم که از چی عصبانیم شناسایی بکنم که از چی عصبانیم به چه علتی عصبانیم حالا چیکار بعد برای عصبانیتم بکنم چه جوری ادارش بکنم زمان میخواد و و تمرین تمرین خیلی طبیل. زیاد جونم. خب بعد دور و که دارن این پیشرفت رو میبینن توی یه کسی که حالا شرک زندگیشون یا فرزندش رو پدر مدن. چه کمکی هم اونا میتونن اضافه تر بکنن به خود اون آدم که خب زودتر به اون چیزی که میخواد همچه گفتم تشویقش بکنه تا عصبانی میشه داد نکشه سرش که باز عصبانی شدی یا عزیزم ببین دوباره عصبانی شدی مواظب باش یه چند تا نفس عمیق بکش اگه من باز عصبانی شدم گفتم برو کنار ولم کن باز خوشونت بعد از خودم دادم من برم بیرون من سعی کنم خودم رو دور بکنم چون متفا... سری متوجه این قضیه میشه که دارم بیش از حد خوشوند از خودم نشون میدم چون قراره که متوجه خودم باشم دیگه به همین دلیل یه سویدگیل یا یه حس تقصیر شیرین به آدم میده که آدم احساس مسئولیت بکنه متوجه رفتارش من فکر میکنم یکی از این یکی هم بذار بگم دیگه وقتی ببخشید یه اومد یکی از این مکانیزم دفاعیا که خب شاید خیلی وقتا بیشتر از بقیهشون کار سازه یعنی که نه کار مفید یعنی استفاده میکنن جواب میگیرن اینه که گریه میکنن و وقتی یکی گریه آره بعد اون تنها گذاشتنش رفتن یه خودش شاید برای کسی که اطرافش هم دوستش هم دارن هم سخت باشه هم میخوان این کارو نکنن که عادت بکنه اونو ببین زمانی که من الان متوجه شدم خود گریه کردن یه سیستم دفاعیه چون همون دوران کودکیم تا گریه کردم مامانم بابام اما مادر بزرگم کسی اومد ناز منو کشید فهمیدم که با, با گریه به خواستم میرسم یا با خوشونت به میرسم حالا که متوجه شدم به عنوان یه بالغ متوجه شدم که گریه غلطه چون همسرم خسته میشه مادرم خسته میشه اطرافیان خسته میشن بچه ها خسته میشن بارها دیدیم که بچه ها برم میگن به مادر میگن بیا شروع کرد دوباره گریه کرد دیگه ارزشش رو کاملا از دست میده اینو من متوجه بشم که گریه غلطه و لحظه که گریه میگیره اش تو چشمان پر میشه خودم به طرف بگم الان نمیتونم صحبت کنم یه ذره به من تایم بده یه ذره من وقت بده گریم رو بکنم چون نمیتونم عادت کردم دیگه گریم بکنم ولی توقع نداشته باشم که یارم الان بیاد نازم رو بکشم کاره که مامان بابام کردن برای من بکنه این توقع رو نداشته باید بیارم پایین حتما حتما زیرا که گریه کردن اصلا بسیار ضعیفیه درسته خواهیم بابک ولی حالا خیلی هم هستن که میکایزم دفاعشون سکوته یعنی اون لحظه یا اینکه نمیتونن حرف بزنن یا اصلا چه جوری سکوت سخته. میکنن ولی این تو دلشون میمونه دقیقی. و خیلی یه مشکلای دیگر رو به وجود دقیقی. میاره اینکه مرسی که اینو گفتی خیلی خیلی مهمه معمولا خانمای شرقی سکوت میکنن به خاطر اینکه اگر مادر یا پدر پرخاشگر داشتن ترسیدن و وقتی گریه کردن دعواشون بیشتر کردن یا وقتی که عصبانی شدن بیشتر دعواشون کردن من تو همون دوران کودکی به سکوت و بیهستی رسیدم بعضی ها میشن یعنی وقتی از موضوع خیلی دردناک گذشتهشون حرف میزنن با خنده و خیلی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بعضی نه خیلی غمگینن ول... و... ولی قدرت تکلم ندارن قدرت تکلمشون از دست میره و اینا این اشخاص پسیو اگریسیو یا خشم پنهان درست میشه براشون پرونده سازای خیلی خوبی میشن عقده های درونیشون خیلی زیاد میشه برای اینکه نمیتونن حرف دلشون رو بزنن و یکی از سختترین و دردناکترین اسلحه همین اسلحه سکوته چون بها خیلی زیاد میدن چون طرف مقابل فکر میکنه خب دیگه سکوت کردی دیگه نتونستی جواب بدی پس حق با منه اینجاست که من آتیش میگیرم اینجاست که باید بگم اگه الان سکوت میکنم به دلیلی برای این نیست که موافق گفتار تو هستم به من وقت بده من به موقعش برای توضیح میدم اگه اون لحظه نمیتونم توضیح بدم بعد تمرین کنم حرف بزنم حتی جلو آینه برم خودم با خودم حرف بزنم نترسم بگم دیوونه شدم اصلا این گشتال ترپیه قشنگ بایستم تمرین کنم طرف مقابل فکر کنم چجوری میتونم رو بدم با تمرین اون وقت به موقع جوابشو بده آلی. مرسی, مرسی خانم, خانم. خانم بابا امروز این چند تا راه زمانم زود گذشت دیگه خودتون میدونید دیگه الان وقت مطرح, مطرح, مطرح کردن دیگه سوال سوال امروز ما آخرین باری که عذر خواهی کردیم کی بود و برای چی بود آخه چه قشنگ شما دوست عزیزم میدونید که برای اینکه به سوال خانم بابک جواب بدید حتما باید به فیسبوک منتو پلاس برید و جواب برای ما بنویسید درسته بله الان میریم با هم یه استراحت کوتاه داشته باشیم برای میتونیم مدلش فهم کنه قسمت دوم گزارش داریم خبر داریم برمیگردیم باهاتون صحبت می‌کنیم همینجا هم از خانم بابک خداحافظی می‌کنیم مرسی خانم بابک